السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا أحمد ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته العتيبين الأنجبين الهداة المهديين سيما مولانا وسيدنا الإمام المبين الكهف الحسين وغياث المضطر المستكين وخاتم الأئمة المعصومين صاحب الهيبة العسكرية والغيبة الإلهية مولانا وسيدنا وإمامنا وهادينا بالحق الحجة ابن الحسن المهدي يا صاحب الزمان ای آن که در صحیفه دلها است جای تو ای آن که در صحیفه دل هاست جای تو تا کی دعا و ندبه کنم از برای مولا جان در انتظار امر ظهور تو سوختیم سوزیم صبح و شام ز شوق لقای تو سوزیم صبح و شام ز شوق لقای تو يا ابن الحسن 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 يا ابن الحسن
تا کی در انتظار جمالت به سر بریم، ظلمت گرفته روی زمین از جفا به تو. هر ظلمی روی زمین صورت میگیرد، هر گناهی میشود جفای به امام زمان است. از خدا بخواهیم امروز و امشب و این شبان روزهای قدر، ما جز به کسانی که جفا می کنن به حضرت نباشیم. تا کی در انتظار جمالت به سر بریم، ظلمت گرفت روی زمین از جفا به تو. تو شمس آسمانی و در ابر غیبتی، تو صاحب الزمانی و جانها فدای تو. تو صاحب الزمانی و جانها فدای تو. یا ابن الحسن، 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 روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمک الفدا. و آجرک الله یا مولای فی مصیبت جدک المظلوم امیر المؤمنین. برای سلامتی حضرت بقیت الله الاعظم، امام زمان علیه السلام، خوشنودی مادرشون حضرت فاطمه سلام الله علیها، جد بزرگوارشون مولا امیر المؤمنین علیه السلام، حضرت امام مجتبی و حضرت ابا عبدالله علیهم السلام، اولاد و اصحاب حضرت سید الشهدا، بالاخص به محضر مبارک حضرت امام سجاد و امام هشتم علیهم السلام، و به محضر مبارک زینبین علیهم السلام و حضرت قمر بنی هاشم علیه السلام صلوات بفرستید. شب شهادت حضرت امیر المؤمنین علیه السلام است. به عنوان عرض تسلیت به پیشگاه مقدس اهل بیت عصمت و طهارت، پیامبر اکرم حضرت فاطمه سلام الله علیهما، اولاد بزرگوارشون حسنین و زینبین و قمر بنی هاشم و برادران عزیزشون، فرزندان عزیز امیر المؤمنین، بالاخص به محضر مبارک امام زمان علیه السلام صلوات دیگر رو جلیتر بفرست.
امروز هم انشاءالله آیاتی رو از جزء 20 قرآن شریف انتخاب کرده ام و خدمت شما عرضه خواهیم داشت، مطالبی رو درباره آن که انشاءالله اگر که خوانده اید جزء 20 رو در امروز، که باز یه توجه بیشتری برای شما خواهد شد، و اگر نخوانده اید و تلاوت نفرمودید و بعداً تلاوت میکنید، هنگام تلاوت به این آیات که میرسید دقت بیشتری میفرمایید. از جمله آیات بسیار مهم در این جزء، که این جزء تشکیل شده از مقداری از سوره نمل، اواخر سوره نمل، سوره قصص و مقداری از سوره شریفه عنکبوت. از آیاتی که انتخاب شده آیات 59 تا 64 از سوره نمل. خداوند تبارک و تعالی بعد از بیان مطالبی چنین بیان می کند در آیه 59: قل الحمد لله و سلام على عباده الذين اصطفى الله خير اما يشركون. خداوند مطلب رو خیلی دقت می خواد، چون درباره این آیات یک سری احادیثی هست و تأویلاتی که متاسفانه فرصت بیانش نیست. فقط اشاره می کنم که بیشتر توجه کنید، مخصوصا رفقایی که روی علوم قرآنی حالا در حد تفسیر یا یه مقداری معانی ظاهری قرآن دقت میکنن، این ارتباطات جملات قرآن حالا بین آیات و بالاتر از اون، اونی که در خود آیات هست. خدا به پیغمبر دستور میدهد بگو الحمدلله و سلام بر بندگان آنچنانی خدا که برگزیده شده اند. خدا اونها رو انتخاب کرده. بیانه ببینید، مطالب باید با هم ارتباط داشته باشه. بگو الحمدلله و سلام بر کسانی که خدا اونها رو برگزیده. آیا خدا بهتر است یا آنچه اینا به شرک می‌ورزن نسبت به خدا میان می‌ذارن پهلوی خدا، بت‌ها و کسان دیگری که این مردم میرن عبادت میکنند و حرف اونا را میپذیرند و زیر بار ولایت و سرپرستی اونا میرن، اونا بالاترن یا خدا؟ حتی اگر روایت نداشته باشیم کافیه یه مقدار دقت بشه. خدا اول میفرماد بگو الحمدلله، خیلی خوب الحمدلله، بعد بگو سلام بر کسانی که خدا اونا رو انتخاب کرده. چه کسانی خدا انتخاب کرده؟ یکی از اسماء یا القاب پیامبر ما محمد مصطفی، اللهم صل علی محمد و آل محمد. در درجه اول سلام بر خود رسول الله، بعد و بعد اهل بیت بزرگوار اون حضرت. الذین اصطفا، اینا کسانی هن که خدا اونها را برگزیده. بعد فوراً میفرماد خدا بهتر است یا اون کسایی که شما شرک، اون کسایی که اینها مشرکین میان پهلو خدا میگذارن؟ چجوری ارتباط این آیات؟ برید دنبالش تا ببینید چگونه است. و اینجا خدا میخواهد درباره جانشینان خودش صحبت کند. و اینکه خدا بهتر است، منظور جانشینان خدا، اونایی که خدا انتخاب میکند یا اونایی که شما میان انتخاب میکنید. ما
ما درباره شرک و انسانهای مشرک قبلا عرایضی رو داشته ایم که مشرک آن کسی است که وقتی خدا میگوید من این آدم را انتخاب کردم برای اینکه واسطه بین من و شما باشد، او بگوید نه خدایا من میخوام خودم یکی انتخاب کنم، این مشرکه، این حق انتخاب خودش را اومده گذاشته پهلو خدا، خدای تو یکی انتخاب کردی من یکی دیگه را میخوام. حالا خدا میفرماد خدا بهتر است یا اون کسایی که شما به عنوان شریک خدا اومدین قرار دادین، یا به عبارت بهتر واسطه بین خودتون و خدا و پیشوای خودتون قرار دادید. خدا تو همین آیه اولش داریم میگیم سلام بر اون کسانی که خدا انتخابشون کرده. پس این جام درباره یه منتخبین خداست میگذرم، اما آیات و روایات در اینجا مطالب مهمی رو دارن، من فقط اشاره کردم. بعد خداوند 5 بار این کلمه رو تکرار میکنه، امن. خدا بهتره یا کسانی که چنینن؟ خدای این چنینی صفات خودش رو میفرماد. از اون جمله مثلا میفرماد آیا خدایی که آسمان و زمین رو خلق کرده، کسی که آسمان و زمین رو خلق کرده، اون بهتره یا اون کسایی که به عنوان بتند مردم خودشون اومدن اونا رو انتخاب کردن؟ آیا کسی که خدا، اون خداوندی که زمین رو آرام کرده است بهتر است یا کسانی که این مشرکین میان انتخاب میکنن؟ تا میرسه به این آیه، بیشتر منظور من سر این آیه است که هممونم حفظیم. خداوند چنین میفرماند یکی از این 5 مرتبه ای که امن امن آورد خدا تو این آیات، این آیه شریف. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء و یجعلكم خلفاء الارض ایله مع الله قلیلا ما تذکرون. به اضافه این که حالا این مطلبم عرض کنم، همه آیات آخرش هست اله مع الله، آیا خدای غیر از الله هست؟ تا میرسه به این آیه، آیا اون خدایی که، اون کسی که می آید یجیب المضطر، اجابت میکنه آدم مضطر را و یکشف السوء و برطرف می کند گرفتاری و ناراحتی رو، این بالاتره، این بهتره، این چنین خدایی بهتره یا اون کسایی که شما میان میگذارین پهلو خدا؟ اللهم الله، آیا خدایی غیر از خدای بزرگی که خالق آسمان و زمینه، آرام کننده زمین است، این مشکلات رو از شما برطرف می کند و وقتی به حال اضطرار می رسید اجابت می کند شما را، این خدا بالاتره، بهتره یا اون کسانی که شما ها می رین دنبالشون؟ قلیلا ما توکرون، خیلی کم شما ها پند می گیرید و متذکر می شید، حواستون رو جمع می کنید، وگرنه اگر حواستون رو جمع می کردید، هنگامی که مضطر می شدید، دست به سوی خدا بلند می کردید، اون وقت می فهمیدید فوراً دعای شما مستجاب می شود یا نه. روایات در این زمین زیاده، شاید بارها شنیده باشیم، من یه روایتش رو عرض می کنم. امام صادق علیه السلام می فرماین این آیه به طور خاصش نازل شده درباره حضرت بقیت الله الاعظم علیه السلام. هو والله المضطر، به خدا قسم، امام صادق لزومی نداره قسم بخورن، اما برای تأکید، برای اینکه ما یقین کنیم به این مطلب، به خدا قسم اون مضطر،
مضطر حقیقی اوست. شما اگر بفهمید بچه دون مریضه، همه دکتر را جوابش کردن، شما هم تو زندان باشید نتونید کاری بکنید، چه حالی دارید؟ انواع و اقسام گرفتاری های تک تک ما بر امام زمان مصیبته. حضرتم در غیبتن، در بسیاری از موارد مصلحت نیست و خدا اجازه نمی فرماید فعلا، اونم به خاطر خود ما، به خاطر کم ظرفیتی ما، به خاطر گناهکار بودن ما، همش عیوبش به ما برمی گرده. خداوند اجازه این که حضرت کاری انجام بدن نمی کنه، شبیه اون پدری که تو زندانه ولی از دیدن بچهش که داره زجر می کشد اذیت میشه. حضرت فرمودن والله هو المضطر، به خدا قسم مضطر حقیقی اوست. تا میرسد به اون زمانی که خدا اجازه به او میدهد اذا صلا فی المقام رکعتین، پشت مقام ابراهیم دو رکعت نماز میخواند، سر مبارکش را روی زمین میگذارد، اونقدر این، حالا در این روایت نیست ولی در روایات دیگه هست، اونقدر این آیه امن یجیب را تکرار میکند تا خدا اذن ظهور به او بدهد. اون وقتی که حضرت میدانن که باید چنین دعایی رو با اون حالت بکنن، حالا چه حالتی پیش میاد خدا میداند. و دعا الله عز و جل، دعا میکند و از خداوند درخواست می کند، فعجابه، خدا اجابت می کند دعوت او را، و یکشف السوء و یجعله خلیفتا فی الارض. اینا را عرض کردم برای یه مطلب، الا معان برنامه ای که تو خود آیه هست و باید دقت بشه، به مناسبت امشب که یکی از شبهای قدره، کم و زیاد هممون وقت این کاری که حالا عرض می کنم داریم، خدا توفیقشون بده. بعضی از دوستان ما مکه و مدینه وقتی که مشرف می شدیم، هر شب ختم 12,000 امن یجیب داشتن برای سلامتی و فرج امام زمان. و چه چیزهایی که اینها دیدن در این سفر از برکت این دعا برای حضرت بقیت الله. امشب هر کس، کسی هست دستشو بالا کنه بگه من گرفتاری ندارم، مشکلی ندارم، حاجت ندارم امشب، فکر کنم محال باشه عاقلی رو زمین باشه بگه من حاجتی ندارم. به اضافه اینکه بسیاری از ما در حد اضطرار رسیده ایم تو برنامه هامون، نمیگم 12,000 مرتبه که فرصتش برای شما نمیشود، یا به هر حال نیروی بدنیش یا قوتش نیست. حالا اونم که عرض کردم تو مکه و مدینه رفقا جمع میشدن با هم دست جمعی، مثلا یکی 1,000 تا یکی 2,000 تا میخوندن. شما یه دور تسبیح فقط خالصانه برای رضای خدا، برای تسلای قلب امام زمان، که بگیم ما امشب تو دعاهامون به فکر شما هم هستیم، یه دور تسبیح امن یجیب را به نیت ظهور و فرج حضرت و سلامتی اون بزرگوار بخوانید، نتیجه گرفتن تو حوائج خودتون را از همین فردا، از همین امشب خواهید دید. امتحان کنید. اما به اون مستر، یعنی هر مشکلی هم شما دارید فکرشو بکنید، مشکل بالاتر را امام زمان دارن، چون غم شما را میخورن و غم 7 میلیارد انسان دیگر را هم میخورن، چون اون بزرگوار دلشون میخواد ناراحتی از همه برطرف شه، همه هدایت شن، همه در آسایش باشن، کسی آزار و اذیتی نبیند. شما دارین تو کوچه میرید میبینید یه یهودی کاری هم به کسی نداره، یه ماشین بهش زد و فرار کرد، شما دلتون برای یهودی نمیسوزه؟ چرا؟
مسیحی باشد چرا؟ حیوان باشد چرا؟ انسان باشد چرا؟ میگون چرا این کارو کرد؟ چرا این ماشین زد به اینو فرار کرد؟ وقتی من و شما که قلبمون مظهر رأفت الهی نیست، یه سر سوزن رأفت در دل ماست، دلمون میسوزه، وقت اون دلی که دریای رحمت و رأفت خداست چقدر میسوزه. وقت در کنارشم یادمون باشه از آزار و اذیتایی که به افراد میکنیم، تو اشعارم اشاره کردم که اینا جفای به حضرت بقیت الله. بگذرم انشالله، امیدوارم خدا توفیق این ختمی که عرض کردم به هممون عنایت بفرماید. دومین آیهی که مطرح می کنم خدمت شما آیه 82 سوره شریفه نمل هست. از اعتقادات قطعی شیعه، از ضروریات مذهب شیعه، رجعت مبناش آیات قرآنه. رجعت یعنی این که یک کسی از دنیا برود و بعد از مدتی به دنیا بازگردد. از دنیا رفته، مرده، خاکش کردن، سالها گذشته و بعد دوباره برگردد. کاری بوده که خدا صریح تو قرآن می فرماید برای یکی از پیغمبران ما به نام عزیر اتفاق افتاد. بعد از 100 سال بلند شد از زیر خاک، از مردن برگشت و زنده شد روی خاک، بدنش متلاشی شده بود. دیگر حالا بدنش یا بدن الاغشون، اونم مرده بود، متلاشی شده بود، خودشون رو الان نظرم نیست ولی خودشون مرده بودن، 100 سال بعد دوباره زنده شدن. از آن جمله حضرت عیسی علیه السلام رو خدا می فرماد که این بزرگوار تعدادی از مرده ها رو زنده کردند، چه اونایی که تازه از دنیا رفته بودن، چه اونایی که سالهای سال از دنیا رفته بودن. این کار یعنی زنده شدن مردگان چیز جدیدی نیست که کسی بخواد بعید بداند. اینه بهش میگن رجعت. شیعه قائل به آن است که زمان ظهور بقیت الله علیه السلام رجعت رو خواهد داد. بهترین ها برخواهند گشت تا بهرشون از دنیا ببرند، بدترین ها برخواهند گشت برای اینکه چوب ظلمایی که کردن تو این دنیا هم بخورن، حالا تا بعد جریان قیامتشون. و از بهترین هایی که برمی گردن وجود نازنین اهل البیت علیهم السلام. کلمه رجعت در لسان عرب یک کلمه مرادف هم دارد به نام کرره. امیرالمؤمنین علیه السلام داره در روایات صاحب کراتند، یعنی چند بار میرند و برمیگردند، چند بار. حالا یه بار آمدن، ظاهرا از دنیا رفتند، ظاهرا اهل بیت ما حسابشون حساب دیگری است، ظاهرا از دنیا رفتند، اما دوباره باز میگردند. این مطلب رو قرآن بیان میکنه. عرض کردم این آیه رو من مطرح میکنم، از نظر اعتقادیش بسیار مهمه. و اذا وقع القول عليهم اخرجنا لهم دابة من الارض تكلمهم ان الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. خدا میفرماد وقتی عذاب قطعی میشه بر مردم، دابت الارض یه جنبنده ای از زمین بیرون میاد، یک موجود زنده از زمین بیرون میاد. این موجود زنده شروع میکند با مردم صحبت کردن و خدا میفرماد بسیاری از مردم یقین به نشانه ها و آیات ما ندارن،
تا این حرفا براشون زده میشه زیر بار نمیرن. اسبغ ابن نباته یا نباته یکی از نزدیکترین اصحاب امیرالمؤمنین به اون حضرت، کسی است که مثل دیروز یا امروز در سخت‌ترین حالاتی که امیرالمؤمنین داشتن و دیگه امام مجتبی کسی رو تو خونه راه ندادن، همه رو رد کردن رفتن، مولا امام مجتبی آمدن پشت در خانه، بعد از ساعتی دیدن یه نفر ایستاده، دیدن اسبقه و نرفته. فرمودن به او چرا نرفتی؟ من که گفتم باید همه برمن. امیرالمؤمنین طاقت دیدار کسی رو ندارن. شروع کرد گریه کردن که این لحظات آخر، من دلم میخواد مولا رو ببینم، دلم نمیاد از در خونه امیرالمؤمنین برم. امام مجتبی داخل شدن، از پدرشون اجازه ورود اسبغ رو گرفتن، اسبغ وارد شد، صحبت‌های بین امیرالمؤمنین او رد و بدل شد، اینقدر در مقامش بس که امیرالمؤمنین وقتی خواستن حدیثی رو از پیغمبر برای او بیان کنن، انگشت اشاره او را تو دستشون گرفتند و شروع کردن حرف زدن. فرمودن پیغمبر وقتی میخواستن این حرف را با من بزنن، همین تو انگشت منو گرفتن. اینقدر مورد لطف و مهر امیرالمؤمنین بوده. این آقا بعد از شهادت امیرالمؤمنین مواجه شد با معاویه در یه جلسه ای. چنین صحبت شد، معاویه به او گفت یا معشر الشیعه، او بود و چند نفر دیگر، به اسبغ و اطرافیانش گفت ای گروه شیعه، تزعمون ان علی دابت الارض، شما فکر میکنید علی اون جنبنده ای باشد که سر از زمین بیرون می آورد وقتی خدا میخواد عذاب کنه مردم را؟ اسبغ میگه من گفتم که نحن نقول، ولی یهود نه تنها ما میگیم، یهودیام همین حرف قبول دارن، تو کتابشون هم هست. این حرف حرفی نیست که ما فقط بزنیم، از قبل تو کتابهای مقدس قبل این مطلب آمده بوده، چیز تازگی نداره. تا این حرف معاویه شنید، فارسل ایران رأس الجالوت، فرستاد پیش عالم بزرگ یهود، او را آوردندش. از او پرسید ویهک تجدون دابت الارض اندکم مکتوبه، آیا تو کتاباتون درباره دابت الارض شما چیزی دارید؟ گفت بلی نعم. گفت ماهیه؟ گفت فقط چیست چیست؟ این جنبنده انسان غیر انسان چیست؟ گفت رجلون، اینقدر ما میدانیم، بزرگ یهودی ها گفت اینقدر میدانیم یه مردیست. گفت اتدری مسمهو، میدانی اسمش چیست؟ گفت نعم، اسمهو ایلیا، تو کتابای ما آمده از نام او ایلیاست. اسبغ میگه معاویه روشا به من کرد، گفت ویحک یا اسبغ، ما اقرب ایلیا من علیا، چقدر این دوتا لفظ به هم شبیهه، ایلیا و علیا چقدر شبیهه. در لسان عرب میدونه که این نام در لسان عرب علی و در لسان یهود به اون زبانی که اینا دارن بعضی حرفاشون تغییر میکند ایلیاست. پس چیزی نیست که فقط ما قبول داشته باشیم، در ادیان دیگر هم آمده، جزء اعتقادات ما شیعه است. حالا داره که پیامبر میفرمان وقتی امیرالمؤمنین میان علامت قرار میدن رو شیعیانشون، رو دشمنانشون، دشمنان و شیعیان رو از هم جدا خواهند کرد تو دنیا، و یکی از مصادیق آیه شریفه که خداوند میفرماد یوم یعرف المجرمون بسیماهم، تو دنیاست، تو قیامت صغرا، یعنی در زمان ظهور و ادامه ظهور بقیت الله علیه السلام، که شناخته میشن دشمنان امیرالمؤمنین از دوستان امیرالمؤمنین علیه السلام.
و اما وارد سوره شریفه قصص می شویم. آیه پنجم این سوره باز دوباره بارها شنیده ایم، اما فقط یه نکته می خوام عرض کنم که گاهی توجه روی این نکات کمتر می شود. خداوند چنین می فرماید: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. خداوند می فرماد ما اراده می کنیم کسانی که یه عمر بهشون ظلم شد، اومدن مورد یعنی کاری کردن که اینا نیروهاشون رو از دست بدن، فدک رو ازشون گرفتن، بزرگانشون رو کشتن، دستاشون رو بستن، اسیرشون کردن و بنای خدا بر این بود که خلق بناس امتحان بدن، اینا از برنامه ها و قدرت های الهیشون استفاده نکنن. خدا می فرماد ما اراده کردیم منت بر سر اینها بگذاریم و اینا را بیایم رو زمین حکومت بهشون بدیم. روایات زیاده که این درباره حضرت بقیت الله علیه السلامه. من دنبال این نکتش هستم. خدا می فرماد نرید و من اراده خواهم کرد. در چند جای قرآن خدا بیان می کند اذا اراد الله شیئا ان یقول له کن فیکون. چند تا نکته ازش برداشت میشه، دو تاشو عرض میکنم. یک، خدا اگه اراده کرد دیگه هیچ چیزی نمیتونه جلو اراده خدا رو بگیره. خدا اراده کرده امام زمان بیان، هیچ چیزی جلوی ظهور حضرت را نخواهد گرفت. دیگر اینکه اراده خدا وقتی تعلق به چیزی بگیرد فوراً محقق می شود. می فرمان نریدو وقتی که ما بنامون بر این شد که مهدی بیاید اتفاق خواهد افتاد، همه مقدمات یک مرتبه فراهم خواهد شد. یه سریش هم از قبل مقدماتش رو وقتی که خدا اراده رو صحبت می کند یعنی مقدماتش رو هم جور کردیم به طور کامل، اما بغتتن به وجود میاد، یعنی مردم غافل گیر می شوند. علائم ظهور امام زمان علیه السلام مثل اون آژیریست که زرد وقتی می زدن آژیر زرد در زمان جنگ، یه عده حواساشون رو جمع می کردن که این زرد تا یه مقداری مثلا 10 دقیقه دیگه یه ربع ساعت دیگه تبدیل به قرمز می شود. معلوم می شه هواپیما از مرز ایران رد شده، احتمال رسیدنش به اصفهان تا یه 10 دقیقه یه ربع دیگه هست. آژیر زرد که زده می شد حواس را جمع می کردن، دست و بارا جمع می کردن، بچه ها را آماده می کردن برای رفتن تو پناهگاه. مقدماتش خدا فراهم کرده، علائم ظهور امام زمان علیه السلام یه سریش ظاهر شده، یه سریش اشاره کردم خدمت شما اون وقتی که حدیثی را از امیرالمؤمنین علیه السلام خوندم، ذیل اون آیه شریفه که خدا می فرماد از قول حضرت ابراهیم به بچه هاشون که کاری کنین که مسلمون از دنیا برید، امیرالمؤمنین یه دستوراتی به ما دادن که وقتی این علامت ها را میبینی که عرض کردم اکثرش الان اتفاق افتاده است تو همین 3-4 سال اخیر ما مخصوصا، مولا فرمودن آماده باشید، شبابی وصیت نخوابید، دائما وضو داشته باشید، حد اقل شبا را تا میخواین بخوابید حتما وضو داشته باشید. خدا اراده کرده برای ظهور امام زمان، اراده خواهد کرد، تا اراده می کنه لحظه ای دیگه توقف درش نیست، شد و نشد درش نیست، مانع درش دیگه نمیتونه به وجود بیاید.
عرض کردم میفرماد تو آیات اذا اراد الله شیئاً، تا خدا یه چیز رو اراده کرد کافی اراده بشود، کن فیکون، حتی گفتن احتیاج نداره، لحظه ایست اتفاق میفته. باید آماده بود. از نکات دیگر در سوره شریفه قصص جریانات حضرت موسی علیه السلام، دقت بفرمایید، این ارتباطات همینطوری نیست. خدا خیلی جا و قرآن درباره حضرت موسی صحبت کرده، ولی تو سوره قصص از آیه شیشم و هفتم به بعد، این آیه پنجم بود درباره امام زمان، شیشم هفتم به بعد خدا شروع میکنه صحبت کردن درباره چگونگی تولد و بزرگ شدن حضرت موسی. میخواد خدا بفرماد شباهتای بین امام زمان و حضرت موسی رو. هزاران بچه کشته شدن برای آنکه موسی به دنیا نیاید. وقتی خدا اراده میکنه که عرض میکنم دیگه هیچی نمیتونه جلوشو بگیره، خدا آن چنان کار میکند که بگه منم نه کسی دیگه. خدا میتونست کاری کند مثل جریان حضرت مثلا ابراهیم علیه السلام، اوشونم مخفیانه بود تولدشون، اما در یک غار بود، تا 16 سالگی هم توی غار بودن، بعد آمدن بیرون، مادرشون گذاشت بیان بیرون. چرا حضرت موسی علیه السلام را خدا چنین کرد که این بچه به دنیا بیاید، بذارندش توی جعبه چوبین، بذارندش روی رود نیل؟ رود نیل خیلی بزرگه، اونایی که نمیدونم از نزدیک من ندیدم، تو تلویزیون که دیدیم کشتی تو این رود حرکت میکنه، یعنی ما فکر کنیم رود نیل یعنی زاینده رود خودمون، خب یه جعبه که روش بذارن راحت اون طرف به دست کسی میرسد، نیست. رودخانه ایز کشتی توش حرکت میکنه. خدا بگذارید دستور بده اینا بگذارید روی این رودخانه، این جعبه را با این بچه، بعدم صاف ببره در مقابل چشم زن فرعون، بعدم در بیارن بچه را تو دامن خود فرعون بزرگ شه. امام زمان علیه السلام وقتی میخواستن به دنیا بیان، ماها بود که خلفاء بن العباس زیر نظر گرفته بودن خانه امام عسکری رو. هر چند وقت یه بار اینا میریختن مامورای زن، میریختن تو خونه امام عسکری، همه زنها رو آزمایش میکردن ببینن اینا آبستنن یا نه. مثل جریان مادر موسی، نگاهش میکردن میدیدن آبستنی، سالان که آبستن بود. خداست، کسی نگه مگه میشه، نگه بچه تو شکمش هست که باید بیاد جلو. خداست میخواد بگه منم اراده کردم، جلوی اراده منه کسی نمیتونه بگیره. امام زمان علیه السلام کجا به دنیا میان؟ تو لشگرگاه بن العباس، سامرا محل استقرار لشگرهای بن العباس بود، خونه نظامیا بود، چند تا خونه محدود از افراد متفرقه بودن که آمده بودن دکون ساخته بودن، این کار کاسبیشون اینجا باشه که این نظامی از اینا خرید کنن. اونا هم زیر نظر بودن، هر کسی نمیتونست بیاد تو سامر را. حالا امام عسکر رو مردن تو سامر را، مادر امام زمان را خدا از کجا رسونده به سامر را؟ از روم. میخواد بگه میتونم، کسی هم جلو داره من خدا نیست. دقیق جریانات حضرت موسی و حضرت بقیت الله علیه السلام خیلی مواردش با همسازگاری دارد، خیلی از مواردش، یعنی روزها روش باید صحبت بشه و من این کار رو کردم در چند سال پیش از این ماه رمضان. اگر نظر شریف آقایون باشه، عنوان بحث من بود تاریخ تکرار می شود. یه قسمت بسیار مهمی از عرایض من رو همین زمینه. تا میرسه تو جریانات حضرت موسی علیه السلام حدود 40 آیه خدا بیان میکنه، از آن جمله باز دوباره اشاره میکنم چون مطلب درش هست،
قبلا سالهای قبلا عرض کردم، شاید بعضی ها بدانن یا ندانن، قابل توجهه. و دخل المدینه علی حین غفلت من اهلها، و دخل المدینه علی حین غفلت من اهلها، فوجد فیها رجلین یقتتلان هذا من شیعته و هذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. دعای 15 هم خدا می فرماد، سوره قصص. حضرت موسی علیه السلام در زمانی وارد یه شهری شدن که اون زمان اون ساعت رو بهش میگفتن ساعت غفلت. خدا اسمش گذاشته ساعت غفلت. اون ساعت چه ساعتی است؟ در روایات ما هست و از نظر علم امروزی هم جالبه که ثابت شده، از هنگام اذان مغربه تا حدود 2 ساعت بعد، یعنی فاصله بین زمان مغرب و زمان عشا، این حدود 2 ساعت. علم امروزی از نظر علم جرم شناسی ثابت کردن بسیاری از جرم ها تو دنیا تو این 2 ساعت اتفاق میفته. تو این 2 ساعت انسان ها عقلشون یه مقداری افت داره، نه تنها تو عقلی مسئله باشه، تو بقیه چیزایی که تو بدن ما هست. من مثال میزنم، قند خون، جب این دستگاه های آزمایش قند خون هست، الان تو خونها دارن خیلی ها کوچیکا. یکی از دوستانی که الان تشریف دارن اینجا، خود ایشون این مطلب رو حالا به مناسبتی بود گفتن که تو دفترچش اینا نوشته، رو صحبت درباره قند خون بود، گفتن این مطلب را توش نوشته. من دیدم سازگاری با همین مطالب ما دارد که اگر شما قند خونتون رو گرفتید، به صورت معمول مثلا هر روز قند شما 150 بود، 30-40 تا قند دون بالاست، یک روز گرفتید یهو دیدین 250 است. 10 دقیقه صبر کنید دوباره قند خونتون رو بگیرید. تو این دفترچه همین چیزای قند نوشته، دستگاه های آزمایش قند، 10 دقیقه صبر کنید دوباره بگیرید. چرا؟ یا اگر دیدید خیلی پایین تر از حد معموله، چون 10 دقیقه تو هر شبانه روزی قند انسان ها به اوج خودش میرسه، تو 10 دقیقه به کمترین حد خودش میرسه و این اوج و این حضیز و پایین بودن قند هیچ کدومش ملاک نیست. لذا شما 10 دقیقه صبر کنید دوباره بگیرید. پس هر چیزی، این یه نمونش بود عرض کردم، تو بدن انسان امکانه کم و زیاد شدن در ساعتهای مختلف را دارد بر اثر جریانات آسمان و زمین. کما این که دیگه این که قابل انکار نیست، اینه که دیگه همه تو دنیا قبول دارن جزر و مد دریا بر اثر انجام میشه. جاذبه ماه، جاذبه ماه، شما شب میرید میبینید که آب اومده بالا، صبح میرید میبینید آب رفته پایین. لذا نزدیک دریا یا رودخانه ها تا شما برید میبینید صبح تا برید که یه مقدار زیادی تا میان برسین به آب، خیس زمین، در حالتی که هیچ آبی نیست، موجم نمیزنه اما خیسه، مال شب گذشته است. تو بدن انسان همین فعل انفعالات هست، از آن جمله عقل. تو این 2 ساعت عقل انسان یه مقداری کمتر میشه، ضعف او را فرا میگیرد. اینه بهش میگن هنگام غفلت. شیطان از این زمان خیلی سوء استفاده میکنه که انسان ها را از راه بدر کنه. اهل بیت ما علیهم السلام برای جلوگیری از این کار اومدن بین نماز مغرب و عشا به ما دستور دادن نمازی رو بخوانید به نام غفیله، که از همین ماده یه غفلت گرفته شده که این غفلت رو از شما میگیره.
جبران اون کم بوده عقل را میکند. خدا یه حفاظ قرار میده که انسان تو اون ساعت یه کار بی جا ازش سر نزند. اینم نکته‌ای بود عرض کردم، متوجه باشیم تو این دو ساعت، حدود دو ساعت، تصمیمای اساسی برای زندگیمون حتی امکان نگیریم، قراردادای اساسی نکنیم، بگم آقا بگذاریم یه دو ساعت دیگه مثلا، لزومی هم نداره بگیم علتش چیست، ولی یه مقدار ساعتش رو کم و زیاد کنیم. از اون جمله از موارد که باید عرض شود، آیه 68 از سوره شریفه قصص هست. این آیه بسی جای صحبت دارد، خیلی باید روش صحبت بشه. این آیه یکی از محکمترین دلائل برای شیعه هست برای امامت، که امامت انتخاب از جانب خداست، به معنای دیگر انتصاب از جانب خداست و مردم حق انتخاب امام ندارند. خدا می‌فرماید، این آیه را چنین بیان می‌کند: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. میفرماد خداوند و ربك، از نظر ادبی بخوام روش صحبت کنم جای صحبت دارد، که خدا چقدر تأکید پشت تأکید تو این جمله از نظر جمله بندی داره. اون هیچ، می فرماد یا رسول الله ربک یخلق، خدای تو خلق کرده، پس خدای تو یشاء حق انتخاب داره، نه کس دیگری. نمی شود مهندسه خونه یک کس دیگری باشه، نقشه ها را کشیده باشد، همه کارش را کرده باشد، یک کس دیگه بخواد توش بیاد دخالت کنه، روی سری جا باش نقطه بذاره بگه اینجا را من می خواهم انجام بدم. نمیشه یه ماشین را یه مهندس بسازه بعد یه نفر دیگه بیاد بگه چه روغنی توش بکنی، چه نوع بنزینی می خواد و غیره. خدا می فرماد ربک یخلق، من خلق کردم، من می دانم تو وجود این مخلوقات من چیه، من ظرفیتاشونو می دانم، من نقاط مثبت و منفیشونو می دانم، پس ربک یخلق ما یشاء، آنچه را که خواسته از خلق کرده، و یختار آنچه را بخواهد، آن کس را که بخواهد انتخاب می کند. ما کان لهم الخیره، مردم حق انتخاب ندارند. مگه مردم خلق کردن افراد را که بدونن توشون چه خبره؟ مردم چند هزار بار تو این دنیا باید انتخاب کنند و بعد دو دستی بزنند تو سرشون بگن عجب غلطی کردیم؟ چند بار؟ پس حق انتخاب برای بزرگترین مقام این عالم که یعنی جانشینی پیغمبر خاتم الانبیا باشد، حق کسی نیست الا حق من خدا. ربک یخلق ما یشاء، هر کسی خواسته، خدا هر چیزی خواسته خلق کرده، پس یختار، اختیار با خداست. حتی دوباره خدا تأکید میکنه، تعارف با شما بندگان نمی کنم. اگه خدا این حرفا نزده بود که و ما کان لهم الخیره، این مردم اختیاری ندارند، اگه این تیکر خدا نیورده بود، فقط اولشو گفته بود من خلق کردم، هرچه را خواستم اختیارم با منه. ممکن بود یه عده پیدا بشن بگن خب خدا فرموده اختیار با منه، ممکنه بقیه هم بالاخره یه نحوه اختیاری داشته باشن. نه، خدا این جمله را آورد دنبالش که ما کان لهم الخیره، شما هیچ کدومتون حق انتخاب نداری تو جریان جانشینی پیغمبر.
بعد میفرماد سبحان الله، پاکمون از زهز خدا و تعالی بلند مرتبه تر از آن است که اما یشرکون، شماها بخن بیان پهلو خدا بیستید بگون تو یکی انتخاب کردی علی را، ما رفتیم یکی دیگر انتخاب کردی، حق انتخاب با شما نبوده. مشرک است اون کسی که بخواد پهلوی انتخاب خدا کسی را قرار بدهد. از مهمترین، عرض کردم جا صحبت خیلی هست، از مهمترین آیات در اثبات ولایت امیرالمؤمنین و اینکه مردم حق انتخاب نداشتن به هیچ عنوان، به هیچ عنوان، این آیه شریف است. حالا اگه مردم حق انتخاب نداشتند، او وقت پیغمبر اومدن هیچی نگفته از دنیا رفتن؟ شما که مخالفین شیعه، شما که میگید پیغمبر کسی انتخاب نکردن، خدا هم تو قرآن که میگه مردم حق انتخاب ندارن، پس اینجا باید چیکار کرد؟ یکی از این دوتا باید اشتباه باشه. قرآن که اشتباه نیست، پس میماند حرف شما که میگوید کسی را پیغمبر انتخاب نکردن، این دروغه. معلوم شد؟ خیلی استدلالی، استدلال ساده ولی محکمه. ما به مخالفان شیعه دوباره تکرار میکنم، میگیم شما میگید خدا، پیغمبر خدا کسی رو برای ولایت بعد از خودشون انتخاب نکردن، خدا هم که میفرماد مردم حق انتخاب ندارن، همونطور که برای پیغمبرش حق انتخاب ندارن، برای جانشین پیغمبرش هم حق انتخاب ندارن. حالا که حق انتخاب ندارن، پس مردم باید چیکار کنن؟ اگه این دوتا حرف هر دوش درست باشه، پس نمیشه مردم همینطور سر به هوا بمونن، پس باید یکی از اینا درست باشه. اگه بگیم حرف شما درست است که پیغمبر کسی انتخاب نکردن، پس قرآن نعوذ بالله دروغ گفته. پس اگر بگوییم قرآن درست گفته که مردم حق انتخاب ندارن، پس این پیغمبر تا قبل از دنیا رفتنشون باید انتخاب خدا رو به ما معرفی می‌کردن که خدا چه کسی رو برای بعد از من قرار داده. آی کسانی که تو سلک شیعه و مذهب شیعه نیستید، برید ببینید 1400 سال چه کلایی سردون گذاشتن تا مچ پادون اومده پایین. گول نخورید از بعضی از بزرگانتون. برید همین سوالی که من کردم رو از اونا بکنید، ببینید جوابی براش دارن یا نه. آیه 68 از سوره شریفه قصص میگذرم، خیلی هم عذر میخوام، یه مقداری طول کشید عرایز من. خداوند در آیات 76 تا 82 جریانات قارون رو بیان میفرماید که جای بسی دقت دارد، حرفایی که مردم با قارون زدن، و بعد در ادامه جزء 20 وارد سوره عنکبوت می شویم. از مهمترین آیات در این سوره شریفه آیه 41 هست که برای مثل امشبی برای ما یه مقدار جای دقت دارد. خداوند چنین بیان می کند، بارها هم شنیدیم اما من باب تذکر. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. خدا می فرماید، یه مثل می زنم، جریان کسانی که میرن دستشون رو پیش غیر خدا دراز میکنن، با غیر خدا ارتباط برقرار میکنن، دل به غیر خدا میبندن، جریانشون مثل جریان خانه عنکبوته.
این خان سست ترین خان است. این خان با یک دمیدن، با یک سر ناخن بچه ای که تازه به دنیا آمده اگر بهش گیر کنه پارش میکنه، از بینش میبره خانه عنکبوت را. آی مسلمان ها، آی مؤمنین، شبهای قدر را خدا برای ما قرار داده است که از این خون عنکبوتایی که اطراف خودمون فکر میکنیم خونه پابرجا و محکمیست دور شویم. بدونیم همه کار خداست، بدونیم همه برنامه با اوست. جریانات حضرت موسی و به دنیا آمدنش اون خطرات رو یادمان باشد. اگه رفتیم پیش خدا، شیشه را در بغل سنگ نگه می دارد، تو سخت ترین مشکلات بالاخره یه راه فرجی برای ما قرار میده. ما امروز آیه امن یجیب تو برنامه جزء 20 بود عرض کردیم. خدایی که اینطور با ما حرف زده تو جزء 20 از قرآن، بیایم تا هنوز شب فرا نرسیده است فکر کنیم واقعا ما دل بستگیمون فقط به خداست یا چشممون به این اونم هست. اگه چشممون به این اون هست، تا شوم میاد بشه یه کاری کنیم بریده شود، فقط و فقط چشم بدوزیم به لطف و عنایت خدا، اونم به دست اولیاء خدا، چون خدا به دست اولیاءش ائمه علیهم السلام، پیغمبر بزرگوار، حضرت امیرالمؤمنین و حضرت زهرا، به دست امام زمان لطف می کند به ما. چشم فقط به اون دست ها بدوزیم که ید الله هست و بس، تا بتونیم یه چیزی گیر بیاریم تو این دو سه شبی که معلوم نیست سال آینده دیگه بهش برسیم. تا حالاش خدا لطف کرده، تا شومش هم معلوم نیست، اما تا حالاش خدا لطف کرده. غنیمت بدانیم، بیایم متحول کنیم انشاءالله زندگی خودمون را. و اما مثل امروز چه گذشته است بر اولاد امیر المؤمنین علیه السلام. حالا بعضی نقل کردن امروز بوده طبیبی رو، چون چند طبیب ظاهرن آوردن بر امیرالمؤمنین، حرف آخر رو ظاهرن امروز طبیب زده. بعد از آن اینکه حالا یا رگ یا مقداری از شش بزغاله یا گوسفندی رو در فرق نازنین امیرالمؤمنین قرار داد و بس، و بعد از مدتی حالا میخواد باز کند. بچه های امیرالمؤمنین همه منتظرن که حالا چه اتفاقی خواهد افتاد، چه گذشته بر دختران امیرالمؤمنین علیه السلام. یه وقت دیدن طبیب سر بلند کرد، خدمت امام مجتبی و حضرت سید الشهدا عرض داشت: آقازاده ها، به پدرتون بگید هر وصیتی دارد بکند. چه حالی دست داد به زینب و ام کلثوم با شنیدن این صحبت ها. لذا بعد از این بود که امیرالمؤمنین شروع کردن وصایای خودشون رو کردن. چند تا وصیت داشتن به صورت عمومی، ولی چند وصیت هم به صورت خصوصی داشتن. یکی از اون وصیت ها با زینبشون بود. آقا درباره کربلا با زینب حرف زدن، درباره اسارت صحبت کردن، و اینکه زینبم تو و بچه های حسینم رو میارن تو همین کوفه در حال اسارت.
تو میترسی از این که این مردم بچه های کوچک حسینم رو بدزدن. فصبرن صبرا زینبم خیلی باید صبر کنی. آه امان از دل زینب. این بانو 4 ساله بودن وصیت های مادر رو تحمل کردن، مثل امروز وصیت های باباشون امیرالمومنین رو تحمل کردن، وصایای امام مجتبی رو تحمل کردن، اما سخت‌تر از همه وصیت‌های حسینشون بود. اونقدر سخت بود که امام حسین دیدن طاقت زینب تمام شده، دست ولایتی گذاشتن رو سینه زینب تا این قلب یه مقدار آرام بگیرد. بعد شروع کردن با زینب صحبت کردن. یکی از حرفایی که زینب در مقابل امام حسین زدن این حرف بود که عشق امام حسین رو جاری کرد. عرض کردن حسینم همه این مصائبی که میگی تحمل میکنم، ولی به من بگو وقتی بچه های تو سراغ بابا از من میگیرن چه جوابی بدهم. برای خوشنودی امیرالمؤمنین و حضرت زهرا، پیامبر قلب داغدار حضرت زینب و ام کلثوم همه با هم، یا حسین.